در اینجا از سربازانی ستایش می شود که در نبرد ولسوالی زیباک بدخشان از خود قهرمانی نشان دادند. نامش عبدالقیوم است. کم از کم 9 سال است. در دشوارترین عملیات های پیچیده اشتراک کرده است. این سرباز در بازپسگیری ولسوالی زیباک طالبان را شبیه سایه‌اش تعقیب کرده است. تا طول این سال ما از 34 ولایت افغانستان تنها 4 ولایتش بونده که ما وظیفه نزدیم، وظیفه نرفتیم. در 30 ولایت افغانستان ما وظیفه زدیم، بسیار وظیفه مهم و اساسی را. میگوید پس از نزدیک به 10 ساعت پیاده روی روی برف با 27 سنگرش مهمترین قلعه ولسوالی زیباک را در اختیار گرفته و در آنجا کم از کم 27 جنگجوی طالب را از بین برده است. فقط حس ما همیست که دشمن از بین ببریم، امروی دشمن مبارزه کنیم، تا مقابل دشمن استادگی کنیم. دشمن هم پیش ما به زور خدا جان انتن نمیته. من چند بار سری از یا صدا کردم که به این نقطه نریم، به دیگر نقطه برین. هدف از وای بود که به ما قماندان میگه که نه برگشت کنین. سربازی عزیزم سا دوست داشتنی برای ما گفت که قماندان صاحب در منطق ما برگشت نیست، ما به هر رقمی شود دشمن از بین میبریم. هدف ما اوجا اونجا بود، ای بود که تصمیم باید خودشان میگرفت، چون بسیار یک نقطه خطرناک دو طرفه برف کوچ بود و یک سری قله بود. دشمن میخواست که اول او را بگیره و قیوم میخواست که نه اول ما بگیرم. نیروهایی که پس از نزدیک به 15 روز توانستند این ولسوالی را از چنگ طالبان بیرون کنند. ما شکست تروریستا را برشان تبریک میگم و پیروزی شما را براتان تبریک میگم که اگر دیگر تروریستا بخواه که در افغانستان جای پا داشته باشند، به نظر ما یک خوابی بیش نیست. 114 تن دیگر پس از آموزش های نظامی تازه به جمع اینان پیوستند و سنگرهای داغ نبرد انتظارشان را میکشد. دشمنی که در میدان مبارزه، در میدان محاربه در روبرویتان قرار میگیره، از صحنه محاربه، از میدان محاربه وردارنشان، قطعا رحم نکرین. نظامیان کشور به ویژه قطعات ویژه ارتش، امنیت و پلیس ملی حالا با دشوارترین آزمون دیگر روبروند. نیروهایی که کم از کم در 30 ولایت کشور سرگرم نبرد با هراس افغانان داخلی و بیرونی هند.